خدای من خدای همه است. اصل این که کسی بد کسی رو بگه معنیش اینه که بدش رو میخواد. بد کسی رو که میخوایم بدش رو میگیم. ما تو اسلام اجازه نداریم بدخواه احدی باشیم. شما نماز میخونی میگی که الحمدلله رب العالمین، خدای همه، بعد وقتی میری رکوع میگی سبحان ربی، پس ربی رب العالمین، خدای من خدای همه است. خدای من چقدر منو دوست داره بی نهایت، بقیه من داشتم بی نهایت دوست داره. خدای من خدای همه است. حالا اگه من واقعا عاشق خدا باشم نمیتونم بعد بنده هاشو بخوام. تو هر حالی که میخوان باشم، هر بلایی که سر من بیارم، من نمیتونم بدخواهشون باشم. برای همین نفرین به معنای بدخواستن. ما نفرین در اسلام نداریم، چون بد کسی رو نمیخوایم، بد احدی رو نمیخوایم. ما گناهکار رو بیمار میدونیم. ما با مریضی مشکل داریم نه با مریض. ما با دروغ مخالفیم. ما از دروغ بدمون میاد، چون دروغ باعث میشه تو از خدا دور بشی. خدا از دروغ بیزاره، چون عاشق توه. من با بیرحمی مخالفم و کسی که بیرحمی میکنه تنها راه نجاتش اینه که بهش رحم کنی تا رحم رو یاد بگیره، تا لذتش رو بچشه. آدمی که اهل بخشش نیست و باید بخشید تا طعم بخشیده شدن رو بچشه، بتونه ببخشه. اینا نسخه هایی که امام سجاد تو دعای مکارم الاخلاق داده که با آدم درو چجوری برخورد کنید. فرمود به صداقت و گفت خدای منو محکم کن تا با صداقت با یک رنگی برخورد کنم با آدم درو، چون تنها نسخش اینه، باید مزه یه رنگی رو بچشه تا دو رنگ نباشه.